سلام کرم زکون کو په دې لا چې روغ ټول صحت مند شي کرم زکون کو بیا هم د ستاسو د پښتو د ژبې خوبن کوي چې رحمت مهرسیم سلام شاګردان عزیز باز هم من استاد زبان پښتو شما استاد خیر رحمت مهرس هستم کرم زکون کو زمون کو ستاسو د نن زی لوست لسم لوست دی کرم زکون کو په د پښتو کتابونو مو خلاص کړی د دې شما صفحه شاگردان عزیز درس امروزی ما درس دهم است. کتاب های پشتوی را باز کنید. صفحه 32. کرم زکون کو مخکې له دنه چې د نن ورځې لوست پیل کړم غواړم تاسو ته یادونه وکړم چې زموږ او ستاسې د نن ورځې د لوست موخه او هدف څه شی دی. کرم زکون کو زموږ او ستاسې د نن ورځې د لوست موخه د پښتو د ژبې د مهارتونو مرسته د پښتو د ژبې زده کړه ده. شاګردان عزیز، هدف درس امروزی ما با استفاده از مهارت های زبان پښتو آموختن زبان پښتو است. کرم زده کوونکو، د موږ او ستاسو د نن ورځې درس په مرکې باندې پیلیږي. زه ستاسو د نن ورځې درس په مرکې باندې پیلوم. مرکه د زرخونه او ملالۍ ترمنځ ده. ملالۍ څنګه یې؟ مرادی چطور استی؟ زه خیم، من خوب استم. تا چنگه ای؟ شما چطور استی؟ تا دوری خوری؟ شما غذا می خورید؟ نه، زه دوری نخورم. نه خیم، من غذا نمی خورم. زه چای سخم، من چای می نوشم. شاگردان عزیز، ای بود مرکه. و در این مرکه ما و شما چی رو استفاده کردیم؟ کلمات سخم، خورم، چخی، خوری. شاگردان عزیز، حال بین به مهارت ها. لبنه مهارت وست دلاندی جملو تش سایونا پدر کرشو و مناسب و کلیمو سره دکره. شاگردان عزیز، حال خانه خاله سیل را با کلمات مناسب تکمیل کنید. زر او کریم فره. شاگردان عزیز، من برای تر این جمله را می نویسم. اول زه او کریم خورو. ببینید شاگردان عزیز، در اینجا ما و شما چی داریم؟ در اینجا ما و شما سه کلمه داریم. شاگردان عزیز، کلمه اول دوری، کلمه دوم مستی و کلمه سوم کباب. زه او کریم دوری خورو. زه او کریم دوری خورو. شاگردان عزیز، در این خانه خانی ما هر سی از این کلمات را استفاده کرده می تانیم. برای ما و شما معنای درست را ارائه میکنم. دوم، زه او توریانه چای سخو. شاگردان عزیز، ببینید برای شما من دوم را هم می نویسم. زه او چای سخو. شاگردان عزیز، اینجا ما شما سه اسم داریم. توریانای، دوم بریانای، سوم ببرک. شاگردان عزیز، چرا ما یکی از این اسم ها را اینجا می نویسیم؟ بخاطر که همراه ما فعل ما کی هسته چی هسته؟ سخو است. و فاعل ما این جهان مفرد متکلم یک شخص است. همراه از این ما یک شخص دیگر رو هم اضافه می کنیم که جمع متکلم شود. چرا؟ بخاطر که فعل ما بخاطر جمع متکلم است. ز اوتوریالای ز اوتوریالای ز اوبریالای اویا ز اوبرک.
چایس خو. اگر تنها بگویم باز اینجا سخو را به سخم تبدیل میکنم و این خاطر که بفر متکلم میشه. دوم شاگردان عزیز محرطی بینید در سیمون چی میگه؟ ز او زلمای شدی چکو یا شربت چکو یا شلومی. چرا ما این آف را استفاده کردیم؟ به این خاطر که فعل ما خیر است نوشیدن. ز او زرمونه وخی خرو کباب یا جوری خرو. وخی خرو هر کدامش که استفاده میکنید مکار برده میشود. معنای درست را ارائه میکنند. چون ما فعل که داریم او خوردن است و این همه چیزها خورده می شود. دویم مهارت شاگردان عزیز حال بین و مهارت دهم لاند جمله بلبله کلمات زیل را بخوانید. هغه زموږ ښوونځی دی، هو صنف ماست، دغه زموږ پټی دی، این جای کشت ماست، بزګر په کرونده کې کار کوي، دهقان در کرد یا در جای کشتزار کار میکند. زمون کور په دې کلا کې دی، خانه ما در این کلا هست. زلمی ته په ښوونځي کې څه کار کوي؟ زلمی شما در مکتب چی کار میکړی؟ اوس د هر دریو جملو څخه هغه جمله وټاکئ چې په پورتنیو جملو کې راغلي وي او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. کرم زده کوونکو وګورئ، اوس دغه لومړی زه پیلوم. هغه زموږ خار دی، هغه زموږ پټی دی، هغه زموږ ښوونځی دی. په دغو دریو جملو کې کوم یو سم دی؟ هغه زموږ ښوونځی دی. جمله اول در جملات قبلی استفاده شده بود. شاگردان عزیز این پنج جمله را که برای ما داده شده، اگر هر کدام همین پنج جمله یکی از این جمله باشد، شما همون جمله را حلقه کنید و در کتابچه خود بنویسید. شاگردان عزیز حال بیاین با مهارت سوم. شاگردان عزیز در مهارت سوم برای ما پنج تصویر داده شده و ما اسم های این تصویر را در خانه خالی نوشته میکنید. موک پدی کلیکی شوند که بود. ببینید اینجا عکس خریه هسته. دوم موک ل یا مثال موک پدی خار کی شوند که بود. ما در این شهر زندگی میکنیم. موک ل کلی سخولارو ما از خریه رفتیم. هاگه زما تپلی دی احمد کور تا لولان، احمد خانه رفت. دغه زموږ کور دی، دغه زموږ کور دی. ګرم زده کوونکو شاګردان عزیز حال بین به مهارت چهارم. ببینید شاګردان عزیز در مهارت چهارم برای ما و شما چی داده شده؟ کلمات داده شده. من برای شما او کلمات را می‌نویسم. کدام کلمات است؟ ببینید شاگردان عزیز، لرو دوم اوسیگی سوم کیک دی. شاگردان عزیز لرو اوسیگی و همچنان دیگهش کیک دی و چهارمش اوسیگم. اوسیگم. ببینید شاگردان عزیز، در این چوکات برای ما و شما چهار کلمه داده و همچنین چهار جمله داده که تکمیل نیست. ما با استفاده این کلمات جملات را تکمیل میکنیم. اول ز پ باز خانه خالی باز کی اوسیگم. آن شاگردان عزیز ز پ کدام کلمه لرو؟ نخیر اوسیگی، نخیر کیک دی. بله کیک دی. در این خانه خالی چی استفاده میشود شاگردان عزیز؟ کیک دی.
ما در این فنفری شاگردان عزیز چی را استفاده میکنیم؟ کیک دی. کیک دی. و همچنان در دو پایین ت چیری چیری اوسیگی خانخالی اوسیگی چیری اوسیگی سوا و همچنان شاگرد عزیز سی جیم یعنی سیوا ز بخار که اوسیگم کدام کلیم شاگرد عزیز اوسیگم اوسیگه هم استفاده شد کیک ده هم استفاده شد آره اوسیگه آخر شاگردان عزیز ببینید مک پا خام مک پا خام که کور لرو شاگردان عزیز کدام کلمه استفاده می شود؟ کلمه لرو ما در شهر خانه داریم آن بیاین شاگردان عزیز در مهارت چهارم بخش دومش مربوط شما می شود شاگردان عزیز این کار خانگی شماست و بفهمید من برای شما چرا همیشه کار خانگی می دهم چون من برای شما باور دارم که شما کارهای خانگی خود را با وقت انجام می دهید گرام زکمون کنون زمانگ دست دیزی باید رسیدی تربیه به سپوری تاسی بلوی رفت سپارم او ایلوان دیمی تاس در نوزی دست کچوات دوام سایوی او تاسی دیر سزا کریوی گرام زکمون کنون تربیه به سپوری تاسی بلوی رفت سپارم خواهرس دخدای پامان.